در این برنامه وسط چراغونی‌های آخر سال در لندن مروری کنیم بر چند تا از گزارش‌های برگزیده کلیک در سالی که گذشت. باغچه هوشمند که طراحش عاشق یک غذای معروف ایرانیه. تا رستورانی که برای کاهش هدر رفتن مواد غذایی از هوش مصنوعی استفاده می‌کنه. پای حرفای یک کارگران که با هوش مصنوعی باله طراحی کرده و بررسی نگرانی‌ها درباره مصرف برق این فناوری. سلام، به کلیک خوش اومدید. من هادی نیلی هستم. منم آرزو میرزاخانی ام. جدای از این چراغونی‌های زیبا و جذابی که دور و برمون می‌بینین، کریسمس امسال یکم با سال‌های قبل فرق می‌کنه. هوش مصنوعی امسال تو همه جنبه‌های زندگیمون یه جورایی ورود کرده. حالا هم به خریدارای کریسمس کمک می‌کنه تا تخفیف‌های خوب بازار رو پیدا کنن، هم قیمت‌ها رو براشون مقایسه می‌کنه و بودجه‌شون رو هم براشون مدیریت می‌کنه. هوش مصنوعی یا AI یکی از کلمه‌های منتخب سال 2023 شد، چون همه توی حوزه فناوری درباره‌اش حرف می‌زدن. اتفاقات مهمی هم تو این حوزه افتاد که ما توی برنامه ویژه‌ای که داشتیم به بعضی‌هاشون اشاره کردیم. توی یوتیوب کلیک می‌تونید اونو دوباره تماشا کنید. در عصری که سالانه میلیون‌ها تن مواد غذایی یا در راه رسیدن به بازار و خونه‌ها هدر میره یا در رستوران‌ها و هتل‌ها، هوش مصنوعی به کمکمون اومده تا این هدر رفت رو کاهش بدیم. شرکت وینو هم که یه دستگاه ساخته تا با هوش مصنوعی کار بکنه، گزارش روزانه هدر رفت مواد غذایی رو به سرآشپز میده تا حواسش باشه چقدر مواد غذایی دور ریخته یا چطور میتونه از اونا برای درست کردن غذاهای دیگه استفاده کنه. آرزو رفته به یه رستوران مجلل تا ببینه این دستگاه چجوری کار میکنه. بیش از یه سوم، یعنی حدود 2.5 میلیارد تن از کل مواد غذایی تولید شده سالانه هدر میره که قسمت اعظمی از اون در مرحله پخت و پز اتفاق میفته. رستوران‌ها یکی از جاهایی هستند که هدر رفت غذا در اونها خیلی زیاده. مثلا در بریتانیا سالانه حدود 9.5 میلیون تن ضایعات غذایی تولید میشه که 1.1 میلیون تن، یعنی 12% از اون مربوط به رستوران‌ها و هتل‌ها و مراکزی از این دسته. اینجا هتل روبنز، یکی از قدیمی‌ترین و معروف‌ترین هتل‌های لندن که نزدیک کاخ سلطنتی هم هست. مسئولان اینجا چند سال پیش به این نتیجه رسیدن که روزانه غذای زیادی توی رستورانشون هدر میره. همین شد که به فکر افتادن از یه فناوری جدید کمک بگیرن تا دورریزشون کم بشه و بنابراین از سامانه ساخت شرکت وینو استفاده میکنن که با هوش مصنوعی کار میکنه. در شرکت وینو ما دستگاهی رو با کمک هوش مصنوعی توسعه دادیم تا به سر آشپزها کمک کنیم با نصف کردن ضایعات مواد غذایی آشپزخانه های سودآورتر داشته باشن که با محیط زیست هم سازگارتر باشه. ما به معنی واقعی کلمه ابررایانه ها رو به آشپزخونه بردیم. زمینه هوش مصنوعی که ما روش کار میکنیم بینایی ماشینیه، یعنی به دستگاه یاد میدیم غذایی که دور ریخته میشه رو ببینه. به اعضای تیم‌ها هم میگیم چطور با بررسی این موضوع اقدامات عملی درستی انجام بدن و هدر رفتن غذا رو به نصف برسونن. سری به آشپزخونه میزنیم، جایی که اشلی تینوکو سرآشپز رستوران و بقیه روزانه مواد غذایی که اضافه میاد رو توی یه سطل میریزن که درست زیر چشمان تیز این سامانه هوش مصنوعی قرار داره. و آخر روزم داده‌های جمع شده رو بررسی میکنن تا ببینن چقدر دورریز داشتن. وینو تونسته کمک کنه در طول 2 سال گذشته تا 30% هدر رفت مواد غذاییشون رو کاهش بدن. خب این یکم هویجه که امروز خورد کردیم. اینطوری میره تو سطل و بعد هم تو این سامانه ثبت میشه. اینجا گزینه سبزیجات خرد شده رو انتخاب میکنی، چون اینا خرد شدن. بعد روی علامت هویج میزنی و تموم. حالا هوش مصنوعی بهتون وزن، تعداد و اینکه هویج دور ریخته شده چقدر ارزش داره رو نشون میده. در بهترین حالت هم دستگاه میگه این میزان هویجی که دور ریخته شده به چه دردی میخوره. مثلا میشه باهاش عصاره سبزیجات درست کرد. این کار باعث میشه هدر رفت هویج کم بشه و به صفر برسه. تو این هتل لوکس که خیلی کسی انتظارشو نداره اینقدرام به فکر هدر رفت مواد غذایی باشه، چای عصرونه خیلی پرطرفدار داره.
تو بریتانیا بهش میگن افترنون تی و یه سنت خیلی قدیمیه. روزانه صدها مدل کیک و ساندویچ و شیرینی اینجا پخته میشه که همش هم مشتری نداره و در نهایت دور ریخته میشده. حالا اینا دوره هم جمع شدن و از طریق وینو فهمیدن که چقدر تا حالا غذا هدر میدادن. چیزی که ما فهمیدیم اینه که با بریدن ساندویچ ها به اندازه های انگشتی ما یه عالمه از اونا رو هدر میدادیم و این یعنی ما در واقع خیلی بیشتر از اونی که میخواستیم غذا دور میرختیم. بنابراین با تغییر همین دوتا تونستیم خیلی خیلی ضایعات غذایی رو کاهش بدیم. یکی از کاربردهای جالب هوش مصنوعی رو در نمایشگاه ویوا تکنولوژی پاریس با هم دیدیم. یه باغچه تمام خودکار با باغبونی هوش مصنوعی که واسمون ریحون و سبزیجات تازه میکاره. یکی از بنیانگذاران شرکت اسرائیلی سازنده این باغچه طرفدار یکی از غذاهای خوشمزه ماست. لو نمیدم. خودتون بریم ببینید. شکل یخچاله ولی در واقع یه باغچه با باغبون سرخوده که با الگوریتم‌های هوش مصنوعی که از راه دور دریافت می‌کنه سبزیجات رو در شرایط بهینه پرورش میده. انواع مختلفی از سبزیجات. این ماشینی که شرکت آگوا تولید کرده وصل میشه به وایفای خونه‌تون و خودش دیگه با ماشین در تماسه که این گیاهانی که توش کاشتید اگه بشه به این گفت کاشتن چطور دارن تغذیه میشن، چطور دارن رشد میکنن و متناسب با وضعیتشون مواد غذایی و کودشون رو توی آب تزریق میکنه. اینجا توی این قفسه که الان هست اینجا انواع مختلفی از کاهو در ردیف بالا هست، ریحون سبز. میگن تا حالا با این دستگاه‌هاشون بیش از 7.5 تن سبزیجات تولید شده که توی این روند بیش از 1.5 میلیون لیتر آب صرفه‌جویی شده و بیش از 22 هزار بسته‌بندی پلاستیکی سخت بازیافت هم استفاده نشده. همه لوازم از بذر گیاهان تا کودی که توی آبیاری بهشون داده میشه رو شرکت سازنده این باغچه الکترونیکی براتون پست میکنه. نور لازم برای رشد سبزیجات رو هم با لامپ‌های داخل این دستگاه تامین می‌کنند. خود دستگاه هم بهتون خبر میده کی موقع خوبی برای چیدن محصوله. به همون اجازه دادند کمی از این سبزی‌ها رو بچینیم. این دستگاهی که اینجا هست، طبقه بالاش انواعی از کاهو چیده شده و داره رشد میکنه اونجا برای خودش. ریحون سبز، ریحون بنفش، تربچه، کیل و سبزیجات دیگه ای. و تو پرندگانش میگن توت فرنگی یا گوجه رو هم میشه مثلا باش یا سبزیجاتی که بشه توی این اندازه نگه داشت. من از صاحب این شرکت اجازه گرفتم که یه سبزی رو امتحان بکنم. ریحون سبز ببینیم چطوره. ریحون سبزی که در دستگاه مجهز به هوش مصنوعی تولید بشه. کاهوی تازه و ترد، ریحون تازه. با همه این تشکیلات و حدود 7000 دلار هزینه، تولید کننده ها میگن این دستگاه فوقش معادل 4 تا کاسه پر از سالاد در هفته براتون تولید میکنه که به نظر نمیاد هنوز اونقدر به صرفه باشه. مگه اینکه اصلا اطرافتون سبزی فروشی نداشته باشید یا که اصلا محیط سبز کردن سبزیجات رو نداشته باشید. مثلا شاید یه روزی روی مریخ. غذای مورد علاقه من که دوست دارم با محصولات این دستگاه توی خونم درست کنم خورش سبزیه. غذای سرشار از سبزیجات و خیلی هم خوشتم. و به نظرم با سبزی های مزرعه آگوا خورش سبزیتون خیلی هم خوب میشه. خورش سبزی بخواید درست کنید یا غذای دیگه، به هر حال فعلا این شرکت نوپا فقط توی اسرائیل که راه افتاده فروش داره. پادشاهان و حاکمان قدیم و کسانی که دستشون به دهنشون میرسید حساسیت زیادی سر انتخاب آشپز علاو و غذایی که درست میکردن داشتن. اما امروزه ربات‌های آشپز به بازار اومدن و شاید یه روزی جای اونا رو بگیرن. قیمتشون هم مثل اینکه دست کمی از دستمزد آشپزای درباری نداره. لارا لوینگتون رفته وردست یکی از این ربات‌های آشپز وایستاده ببینه چقدر این کار است.
این اولین آشپزخونه رباتیکه که شرکت مالی روباتیکس به بازار آورده. یه محصول کاملا مورد اعتماد که میتونید توی خونه یا رستوران بذارید هر جایی که بخواید و امن هم هست. وقت ناهاره، چی دارین برامون درست میکنین؟ امروز قراره املت درست کنیم. یه دستور پخت انتخاب کن. بازوهای ربات دما رو تنظیم میکنه، مواد اولیه رو بر میداره و با دقت فوق‌العاده حرکت میکنه تا مواد اولیه رو به مقصد برسونه. عملیات بعدی اینه که تخم مرغ رو بریزه. میدونی چقدر بریزه؟ بله. ببین، تخم مرغ رو ریخته توی ملاقه و داره سعی میکنه تا قطره آخر رو بگیره که توی راه نچکه. بعد آشپزخونه رو تمیز نگه داره، وگرنه یه انسان باید بیا تمیزکاری کنه. آموزش پیش از پخت بر اساس دستور غذا و حسگرها به بازوی رباتی یاد میدن که دقیقاً چه مقدار از چه ماده‌ای بریزه و چه کارهایی انجام بده. و حالا وارد مرحله بعدی میشیم. چطور میخواد هم بزنه؟ یکم رباتور، اما از پس کار برمیاد. البته الزامی نیست که وایسیم نگاش کنیم، اما حالا بار اوله، کارش خیره کننده است. رفت پنیر رو بیاره. یکمش رو انداخت، هنوز یکم به قاشق انبوریش چسبیده. تکونش میده که بریزه و بعد قاشق انبوری رو میذاره سر جاش. از هر آدمی منظم تره. در این حال طوری طراحی شده که میتونه پیوسته آشپزی کنه. یعنی میتونه یه سره توی هتل یا خانه سالمندان یا رستوران کار کنه. مثلا من میخوام ساعت 2 از 10 نفر پذیرایی کنم. جوری کار آشپزی رو شروع میکنه که بتونه ساعت 2 برای 10-15 نفر غذا درست کنه. البته همچنان لازمه یه انسان ظرفا رو بشوره. اینها تا اینجا که همه چی خوب پیش رفت. حالا بچشمش. خوشمزه است و تفاوت بزرگش با دستپخت من اینه که لابد هر بار همینطوری خوب در میاد. تا اینجا 10 آشپز حرفه‌ای بیشتر از 50 دستور پخت به پایگاه داده مالی دادن. از غذاهای سرخ کردنی تا انواع خورش کاری. قراره تا ماه سپتامبر که بالاخره به بازار میاد دستور پخت‌های بیشتری هم بهش داده باشن. اما از خورد و خوراک که بگذاریم، هوش مصنوعی تو جنبه‌های دیگه زندگی ما هم نقش بزرگی داره. از مراقبت‌های بهداشتی گرفته تا سرگرمی و حمل و نقل و حتی آموزش، هوش مصنوعی حالا دیگه بخش مهمی از زندگی روزمره ما شده. یکی از ابزارهای هوش مصنوعی که امسال خیلی سر صدا کرده بود ChatGPT بود، محصول شرکت OpenAI که حواشی زیادی هم داشت. ChatGPT میتونه دستیار شخصیتون باشه، باهاش درباره موضوعات مختلف مشورت کنید و حتی بهتون راه حل و مشاوره بده. آیدین اسلامی نگاهی کرده به این فناوری خارق‌العاده و خبرساز. ChatGPT انقلابی تو دنیا به پا کرده. هر جایی رو که نگاه میکنیم یک خبر در موردش پیدا میشه. اونقدر که خیلی ها فکر میکنن به اندازه اختراع ماشین چاپ یا حتی خود اینترنت میتونه مهم باشه. اما اصلا این ChatGPT که همه در موردش صحبت میکنن چیه؟ لنگویج مدل‌های امروزی مثل ChatGPT کاری که میکنن اینه که یه مکالمه رو میان با ما انجام میدن و خیلی جوابایی که شبیه جوابای آدمای دیگه است بهمون میدن و میتونن اون مکالمه رو ادامه بدن. یه چیز خیلی مهمی که دارن این مدل‌های جدید اینه که دیگه بعد از جواب دادن یه سوال یادشون نمیره چه اتفاقی افتاده توی کانورسیشن تو قبل و سعی میکنن که همون کانورسیشن رو ادامه بدن، با همون مکالمه رو ادامه بدن و جوابهای مرتبط بهمون بدن، برگردونن. در طول 40 سال گذشته که از اختراع اینترنت میگذره، ما میلیاردها صفحه محتوای متنی ایجاد کردیم که همین محتوا برای آموزش مدل‌های زبانی از جمله ChatGPT استفاده شده. در واقع انگار که این سیستم‌های ChatGPT یک شخصی شما دارین که تمام اطلاعات توی اینترنت رو خونده، همه چی رو میدونه از داخل اینترنت، حالا درست چه غلط، میتونه کمک کنه یه سری چیزهایی که ما میتونیم خودمون روش قضاوت کنیم که بگیم آقا این که میگه از لحاظ این حقیقی هست یا نه، بتونه به اون زمینه‌ها به ما کمک کنه. در مورد ChatGPT به طور خاص انتقادهای زیادی در مورد کاربردهاش وجود داره. دو مدل مشکلات داریم. یکی از مشکلات اصلی که وجود داره اینه که کجاها داره اینا استفاده میشه. آیا این جاهایی که استفاده میشه اصلا ما میخواییم هوش مصنوعی یا تصمیم گیری کنه؟ آیا قدرت تصمیم گیری رو داریم به این سیستما میدیم یا نه؟ خب این یه بحثه. مثلا
شنیده بودم مثلا یه سری میگفتن خب بیایم از این سیستما استفاده کنیم برای به عنوان مشاور و روانشناس. خب خیلی میتونه خطرات داشته باشه اگه چون این سیستما لزوما احساسات انسان رو درک نمیکنن و خیلی وقت جوابایی میدن که شبیه جوابای درسته ولی واقعا جوابای درستی نیستش. حتی مثلا برای مقاله میتونه سایتیشن درست کنه، بگه مثلا این ارجاعتون میدم به همچین مقاله ای در صورتی که اصلا همچین مقاله وجود نداره. نمیدونم چقدر طول میکشه تا روزی که ما همینطوری بشینیم و هوش مصنوعی به جای ما کارها رو انجام بده. آیا دیگه اصلا نیازی به ما انسانها وجود داره؟ اما چیزی که مشخصه اینه که ما هر روز داریم سریع‌تر به اون سمت حرکت میکنیم. در سالن اپرای لایپزیگ در آلمان نمایشی به نام فیوژن یا اگه بخوایم ترجمهش کنیم همجوشی روی صحنه رفته. این اولین نمایش بالاییه که از هوش مصنوعی الهام گرفته. تیم سازنده این نمایش برای تولید تصویر و صدا از هوش مصنوعی استفاده کردن. در واقع کارگردان هنری برای ایده گرفتن از چت جی پی تی پرسیده چطوری نمایش رو اجرا کنه. اسم من هریه، ریپس صدم صدا میکنم. هنرمند و کارگردان مقیم لندن. تمام کارام هول و هوش روش های تازه و کشف فناوری و صداست. در طول 6 سال گذشته با استفاده از فناوری خیلی به سمت کارگردانی و کارگردانی هنری رفتم و حالا به عنوان کارگردان هنری فیوژن انتخاب شدم که یک کار گروهی بین باله بین‌المللی لایپزیگ در آلمان و 35 رقصنده است و ایده این بوده که همراه ماریو شرودر که کارگردان باله است یک فرایند فناوری تازه رو معرفی کنیم. اما کل ماجرا این بود که چطور فناوری رو مجسم کنیم. How do we visualize text? So speaking with GPT-3 با چت GPT 3 درباره ایده های اشکال مختلف حرف می‌زدیم و اینکه چه شکل‌هایی نمایانگر فناوریه و نهایتاً در مید جرنی و دال ای از یک اپلیکیشن خیلی ساده استفاده کردیم. با پول زولت آغاز کردیم به تصویرسازی برخی از متن‌هایی که جلوتر تولید کرده بودیم و این قطعات کم کم تجسم پیدا می‌کردن. یه درخت سفید که روی صفحه شناوره، یه صفحه مدور، یه تیکه سیاه با آب و از این قبیل توهمات بصری که از گفتگو با هوش مصنوعی اومده بود که مستقیم از خود ما الهام گرفته بود و بعد دوباره ما مستقیم ازش الهام گرفتیم. ما کلی تصویر و عکس و فیلم از تمرین‌ها گرفتیم و وقتی ماریو شروع کرد حرکات رو بر اساس روایت طراحی کردن یک مجموعه داده داشتیم و با استفاده از استایلگان‌ها ازشون به عنوان دستورالعمل‌های بصری استفاده می‌کردیم تا تفسیری از اون تصاویر تولید کنیم و حرکات مختلفی که بعداً ازشون الهام گرفتیم. این تصاویر و ویدیوها رو داشتش تا ببینه که کدوم جالب داره. مثلا این بازو حرکت میکنه. بهش فکر نکرده بودم. این خلاقیت افسوده، این گفتگو برای ساخت حرکات در کار. اما از همه این حرفا بگذریم، واقعیت اینه که هوش مصنوعی داره جون آدم‌ها رو نجات میده. الگوریتم‌های یادگیری ماشینی میتونن مجموعه داده‌های بزرگی از سوابق پزشکی، تصاویر و اطلاعات ژنتیکی رو برای شناسایی الگوها و پیش‌بینی بیماری‌ها تجزیه و تحلیل کنن. تحول مهمیه. هوش مصنوعی برای توسعه داروهای جدید و درمان‌های شخصی هم استفاده میشه. مثلا برای تشخیص سرطان با اسکن کردن بدن بیماران. مارک چیزلگ رفته به یه مرکز درمانی در شمال بریتانیا ببینه این فناوری چطور داره به رادیولوژیست‌ها کمک می‌کنه. جون کمک بهیاره. او میدونه که قربارگری های سرطان پستان چقدر اهمیت دارن. میبینم که قبلا جراحی داشتی. امروز جون قراره یه ایکس ری درجه پایین یا ماموگرام اجرا کنه که جزی از برنامه قربارگری سرطان پستان به نام جمینیه. خب هوش مصنوعی را هم راه میندازیم تا ببینه میتونه پا به پای انسان سرطان رو شناسایی کنه. این نقاط سفید کوچیک رو میبینین؟
هوش مصنوعی گفته یکم به اینها مشکوکه. میخوایم بر اساس این توصیه یه بافت برداری انجام بدیم، چون به خصوص که قبلا یک جراحی در همین ناحیه داشتی. بافت برداری انجام خواهد شد که در اصل برداشتن یک نمونه کوچک از بافت بدنه و فرستادن اون برای آزمایش‌های بیشتره. اینجا در درمانگاه سلطنتی آبردین نرم افزار هوش مصنوعی همراه با یک متخصص انسان تصویر برداری جون رو مرور کردند. دکتر جرارد لیپ مدیر این پروژه ابتکاریه. اینجا خانومی رو میبینیم که روی سمت راست و چپ ماموگرام انجام داده. دنبال تفاوتهاش هستیم. یه جای زخم در پستان سمت چپ داریم اینجا. یه چیزی که از یک انسان انتظار داری که بگه چیز متفاوتی در این تصویر هست. اگر روی این دکمه کد بزنی که دکمه هوش مصنوعیه، دور یه ناحیه هایی خط کشیده که چک کنیم. اما بخش اصلی که موجب نگرانی همین ناحیه است. این دایره اینجا. این دایره جاییه که سرطان سمت چپه. در غربالگری میخواهید چیزهایی رو وقتی هنوز کوچک هستند و قبل از اینکه بزرگ بشن شناسایی کنید. In screening you want to pick up things that are small before they become big. برنامه‌های شبیه به این سرطان پستان رو تقریباً در 6 زن از 1000 زن شناسایی می‌کنه. پرتوشناس‌ها که این آزمایش‌ها رو می‌خونن و ارزیابی می‌کنن دنبال علائم سرطان می‌گردند. به طور متوسط این ارزیاب‌ها در سال 5000 ماموگرام رو بررسی می‌کنند. از 250 تا 300 بیمار میخوان برای آزمایش‌های تکمیلی برگردند. 30-40 نفر از بین اونها به مراقبت‌های دقیق‌تری نیاز دارند. این امکان وجود داره که با چنین تعدادی نتونید سرطان رو درست شناسایی کنید. در چارچوب قوانین شورای غربالگری ملی ما هنوز اجازه نداریم از هوش مصنوعی به صورت خودکار استفاده کنید. به همین دلیل از هوش مصنوعی به عنوان یک بازسنج اضافه در پایان فرایند بررسی استفاده می‌کنیم. برنامه‌های غربالگری برای بهبود وضعیت بیمار و نتیجه درمان حیاتیه. فعلا کادر پزشکی در خط مقدم تشخیص سرطان پستان هستند، اما به احتمال زیاد در آینده هوش مصنوعی نقش بسزا در نجات جان افراد خواهد داشت. با وجود اینکه هوش مصنوعی تاثیرات مثبت زیادی توی زندگیمون داره، اما پای انرژی که میاد وسط داستان عوض میشه. یک تحقیق جدید هشدار داده که تا 4 سال دیگه هوش مصنوعی میتونه به اندازه کشور هلند انرژی مصرف کنه. زوی کلایمن این موضوع رو بررسی کرده. فناوری داره به سرعت بخشی از زندگی در قرن 21 میشه و اون چیزی که هوش مصنوعی رو راه میندازه شبکه‌های بزرگ از رایانه‌های گنده‌ای هستن که در مراکز داده نگهداری میشن، مثل این یکی در اسکاتلند. همونطور که هوش مصنوعی قدرتمندتر میشه، ماشین‌های قوی‌تری هم نیاز داره تا از پس پردازش داده بر بیاد. اونها هم خودشون به برق نیاز دارن، هم باید خنک نگهشون داشت. یک پژوهش علمی اخیرا منتشر شده که هشدار داده صنعت هوش مصنوعی طی 4 سال دیگه میتونه به اندازه کشوری در ابعاد هلند انرژی مصرف کنه. درس اصلی که میگیریم باید این باشه که هر نرم افزار و اپلیکیشنی که از هوش مصنوعی توش استفاده بشه مصرف برقش بالاتر میره. به همین دلیل باید با حواس جمع فکر کرد آیا اصلا میخوایم برای یک کاری از هوش مصنوعی استفاده کنیم یا نه. الکس میگه تحقیقاتش بیشتر جنبه هشدار داره تا پیشگویی. کارشناسان میگن بر اساس این اعداد ارقام میتونن فقط گمان زنی کنن، چون بخش عمده داده‌ای که نیاز داریم تا بشه کمیت انرژی مصرفی هوش مصنوعی رو اندازه گرفت همچنان مخفیه. شرکت ها منتشرشون نمی کنن. اما الکس هم کسی نیست که زنگ خطر تأثیر هوش مصنوعی بر محیط زیست رو به صدا درآورده. برای ما اصلا غافلگیر کننده نبود. ما یکی از این مراکز داده هستیم و مقدار درخواست هایی که به ما میرسه به صورت تصاعدی رو به افزایشه. یه سرور عمودی معمولی 4 کیلووات انرژی میخواد که معادل یه خونه مسکونیه که یه خانواده توش زندگی میکنن. ولی یه سرور عمودی هوش مصنوعی 20 برابر این انرژی لازم داره، یعنی 80 کیلووات. برای اینکه تاثیر کمتری روی محیط زیست بگذارین چه کارهایی انجام میدین؟ یکی از کارهایی که انجام میدیم استفاده از تهویه رایگان با استفاده از فناوریه. یعنی در اصل از آب و هوای دلپذیر اسکاتلند استفاده می‌کنیم که از خیلی جاهای دیگه خنک‌تره. هوای خنک رو از بیرون می‌گیریم و با هوای داغ مرکز داده مخلوط می‌کنیم و این چرخه مداومه. شرکت‌های مثل گوگل و امریکن ایرلاینز اخیراً تونستن با استفاده از هوش مصنوعی در انتخاب ارتفاع پرواز میزان پسدمه هواپیما رو نصف کنن. پسدمه اون رد سفید رنگی که دنبال هواپیماها توی آسمون می‌بینین به گرمایش زمین اضافه می‌کنه.
دولت آمریکا داره میلیون‌ها دلار روی بازآفرینی همجوشی هسته‌ای خرج می‌کنه، به همون شکلی که خورشید انرژیش رو تأمین می‌کنه. همه امیدوارن که هوش مصنوعی بتونه کمک کنه. موفقیت در این زمینه به معنای رسیدن به منبع بی‌پایانی از انرژی سبز. این واقعاً یه تغییر انقلابی خواهد بود. اما به این معناست که به قیمت ساختن هوش مصنوعی و تأثیرش روی محیط زیست تموم میشه و باید دید که آیا سیاره ما توانش رو داره؟ اینم از هوش مصنوعی در برنامه کلیک در سالی که گذشت. برنامه قبلی ما رو میتونید توی کانال یوتیوبمون تماشا کنید. با اسکن کردن این کد در گوشی تلفنتون میرسید به فهرست برنامه کلیک در یوتیوب بی بی سی فارسی. در شبکه‌های اجتماعی هم هستیم به این آدرس ها. برامون بنویسید که درباره اثرگذاری هوش مصنوعی در زندگی روزمره‌تون چی فکر می‌کنید؟ بدرود. بدرود.